وقتتون بخیر بینندگان محترم شبکه تی وی پلاس، خیلی خوش اومدید به گفتگوی من با یه مرد جذاب و کار درست، آقای محمد خلج، مدیر عامل محترم کمپانی معروف اسنپ. خیلی خوش اومدید. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبینتون، خوشحالم در خدمتتون هستم. همچنین قربان، قول میدین همه سوالای ما رو کامل شفاف و صادقانه جواب بدین؟ ان شاءالله. یه سری سوالا هستش که خب بین مردم راجع به شما، خب برند معروفی دارین و فکر میکنم بیشتر از 40 میلیون نفر شما فقط عضو اپلیکیشن و در واقع از خدمات و سرویس های شما استفاده میکنن. میگن که وابسته این حتما شما به یه نهاد حکومتی، یعنی سهامدار شما هستن. بله، اولا اینکه بله، بیش از 40 میلیون در واقع نصب داره اپلیکیشن ما و این جای واقعا خوشحالی داره که این میزان از استقبال از برنامه کاربردی اسنپ شده. ساختار سهامداری ما مشخصه. ما خب عمده سهاممون مربوط به MTN ایرانسل هست. بله. و یه سهامدار اروپایی و همینطور هایپر استار. در واقع این شاکله سهامداره شما. بله بله. این که قبلا هم حالا جای مختلف هم عنوان کردیم. بله. که در واقع ساختار سهامداری ما به این شکل هست. آقا روزی چقدر پول در میاره شما؟ البته ماشاءالله ها. ببینید، عمده گردش مالی که اتفاق میفته تو اسنپ در واقع متعلق به تامین کننده های ما هستش. بله. که حالا هم کاربرای راننده هستن، رستوران ها هستن، فروشگاه ها، هتل ها، و خب این ترنوور مالی بیشتر ترنوور مالی یا گردش مالی تامین کننده های ما هستش که خب یه درصدی در واقع از این گردش مالی هم متعلق به مجموعه ما هستش. جالبه بدونید که خب مجموعه اسنپ تقریبا تا اوایل امسال سودده نبود. واقعا؟ بله. و خب عمده درآمدهاش به هر حال هم به عنوان برنامه‌های تشویقی، به عنوان وچرهایی که برای کاربرای مسافر و در واقع برنامه‌های تشویقی که برای کاربرای راننده در نظر می‌گرفتن، هزینه های بازاریابی، هزینه های پشتیبانی و نگهداری از سرورها و مراکز دادمون هست، بحث حقوق دستمزد هست و خب این هزینه های کمی نیست. سنگینیه. بله قربان. و خب به همین دلیل هم در واقع ما شرکت سودده نبوده و سر به سر میشدین، یعنی مالی؟ نه، زیان داشتیم. واقعا همون بله. شرکا باید تامین میکردن زیان ها رو. بله بله، سهامدار در واقع تامین میکرد. امسال برای رفتین رسود. خود سال مالی امسال بله تا یه حدی در واقع سودده شده، ولی عملا خب زیان انباشته هنوز هست. درسته. ولی ماشاءالله تراکنش مالی سنگینی باید داشته باشه اسنپ. ما الان تقریبا روزانه بیش از 3 میلیون یا حدود 3 میلیون سفر فقط روی اسنپ اتفاق میفته و در نزدیک به 220 شهر فعال هستیم. ماشاءالله. خیلی خیلی خوشحالم اینو اعلام بکنم که مجموعه ما، گروه اسنپ، نزدیک به 6000 اشتغال پایدار ایجاد کرده که اگر رنج سنی در واقع بچه های ما رو ببینید بین 25 تا 30 ساله، یعنی قشر جوونی که فارغ التحصیل شدن، رویای کارن و خیلی خیلی خوشحالیم که این عزیزان در واقع تو مجموعه اسنپ کار میکنن. شاید به این واسطه حداقل در واقع فکر کردن به مهاجرت رو تا یه حدی از این عزیزان دور کردیم. بله. امیدواریم که حالا به هر حال کار بکنن، توسعه پیدا بکنه، ما بتونیم اشتغال پایدار بیشتری رو ایجاد کنیم. الان در کل در مجموع چند نفر مستقیم و غیر مستقیم با اسنپ کار میکنن از راننده و همه پرسنلتون؟ ما تقریبا 6000 نفر اشتغال مستقیم در گروه اسنپ داریم. نزدیک به 2000 بازاریاب میدانی داریم که حالا تو حوزه‌های مختلف برای ما تامین کننده های مختلفو در واقع پیدا میکنن، قرارداد میبندن و به مجموعه خودمون اضافه میکنن. نزدیک به بیش از 3.5 میلیون راننده ثبت نامی داریم در مجموعه اسنپ. ماشاءالله. میگن که مدیرای اسنپ خیلی وقتا نماز بارون میخونن که انشالله بارون بیاد، ترافیک سنگین‌تر شه، پولای بیشتری در بیارن. ولی خدایی تو بارون خیلی عددا گرون میشه، چون من یه بار داشتم چک میکردم یه مثلا دو برابر میشه. خب من یه سوال میپرسم، شما تو خود دوره نه تو خود زمان بارون خودتون قطعا تردد دارین تو؟ بله. مدت زمانی که صرف میشه تا از یه نقطه به یه نقطه دیگه برین خیلی ممکنه تا 3 برابر در واقع افزایش بده. بله. خب طبیعتا برای راننده هم باید جذاب باشه دیگه. ببینید، حتی این افزایش قیمتی که اتفاق میفته
شاید واقعا به اون میزانی که باید باشه، یعنی اگر ما طول انجام یک سفر سه برابر میشه کرایه به اون میزان افزایش پیدا نمیکنه، ولی طبیعیه که کرایه افزایش پیدا بکنه، چون راننده در واقع مسیری که شاید نیم ساعت میرفته رو باید یک ساعت خورده زمان بذاره و خب به هر حال خدمت اصلی رو هم داره کاربر راننده در واقع ارائه میده و خب طبیعیه که باید مبلغ به شکلی باشه که بتونه اون میانگینه درآمد در ساعتش رو در واقع محقق بکنه. شاید برای خیلی جالب باشه قصه زندگی شما، حالا من یه بخشایش رو میدونم، اگه لطف کنید خودتون کاملش رو به مردم بگین. شما تعمیرکار ماشین هم بودین؟ بله. حتی الان خودتون اپلیکیشن اسنپ رو دارین درسته؟ بله. رو اسنپ کار میکنید الان؟ بله. با سانتافه؟ جدی؟ بله. و اینایی که با پورشه کاین و اینا میان واقعیه میان اسنپ رو میریزن؟ عرض کنم خدمتتون که بله، من تجربه مکانیکی و در واقع تعمیر خودرو رو دارم. خب خیلی کوچیک بودم در واقع، حالا این تجربه کاری رو دارم. تقریبا میتونم بگم از دوران راهنمایی مشغول به کار بودم، حالا اون تایمایی که درس نمیخوندم یا تابستون بود یا فراغتی داشتم کار میکردم معمولا، و تو این رزومه چندین ساله حالا عمرمون در میتونم بگم که حالا شغلای مختلفی هم تجربه کردم. کار تأسیسات ساختمون انجام دادم واقع. اون موقع یادمه که پرده لوور دراپه و مثلا اینا مود بود، ما نصب در واقع این موارد رو انجام میدادیم، کفوش و موکت و حالا به هر حال اقلام این شکلی. این مدل کسب و کارا خانواده ضعیف بوده از نظر مالی؟ نه خدا رو شکر متوسط بودیم، یعنی نه خیلی از طبقه خیلی مرفع بله. یا نه اینکه خیلی در واقع ضعیف باشیم، ولی من خودم خب دوست داشتم هم کار بکنم هم پسنداز داشته باشم همیشه. بله. روی حالا جالب ببینید، باز دوره دانشجویی کار مسافرکشی با همون متد قدیمی رو مثلا خودم انجام میدادم. تو ذهنتون بوده این بحث حمل و نقل مختلف. همیشه؟ آره. کار حرفه‌ایم تقریبا از سال 81-2 شروع شد و به یکی از زیر مجموعه های هولدینگ 60 اضافه شدم. مدیران خیلی خوبی داشتم اونجا و واقعا به من خیلی خوب کار یاد دادن. باز هم اون زمان در واقع یادم هست که من همزمان شغلای دیگه هم داشتم، یعنی به همون کاری که انجام میدادم اکتفا نکردم. شاخصش این بود که تو اون مقطع و اوایلی که به ایرانسل اضافه شدم، بله، کار واردات بعضی از اقلام از کشورهای دیگر انجام میدادم. واقعا شخصی؟ بله شخصی. چی مثلا وارد میکردین؟ یه سری اقلام تزیینی و کارای دست و کارای چوبی از این مدل در واقع اقلام وارد میکردیم با یکی دوتا دوستان و شرکایی که داشتیم. شرکی کار میکردیم؟ بله بله. چقدر جذابه. مغازه داری هم در واقع کردم. از جوونی دغدغه ثروتمند شدن رو داشتین تا امروز که دیگه مدیر عامل اسنپین و کوه تکونتون نمیده؟ نه اینجوری نیست. البته دغدغه ثروت نمیشه گفت، حالا هدفهای زیادی داشتم. همین که به هر حال اینکه مستقل بتونم باشم واقعا یک هدف بود، اما در کنارش بحث اجتماعی شدن، شبکه سازی، تجربه کردن، آشنایی با حیطه‌های مختلف کاری، اینا خب به هر حال دلایلی بود که برای من جذابیت داشت. لایف استایل مدیر عامل اسنپ چه شکلیه؟ یعنی از صبح تا شب چه اتفاقایی تو زندگی شما میفته؟ چقدر بعد برین دادگاه؟ چقدر حالا قصه رو خودتون بگید؟ ببینید این کار خب شاید اسمش یا الان پوزیشن جذاب باشه که هست، بله قطعا، ولی واقعا چالش ها و سختی های خاص خودش رو داره، مخصوصا این مدل کسب و کارهای اصطلاحا دیسراپتیو هن، یعنی این که اومدن یک نظمی رو به هم بزنن و اصلا خاصیت کسب و کارهای حوزه دیجیتال همین هست. برای همین شما هر روز با یه چالشی روبرو هستین. حالا اون بحث دادگاه و اظهارنامه و اینا که خب به هر حال هر روز هست، حالا یه بخشی از کار هست که حالا با تیمای با همکارای خیلی خوبی که داریم تو مجموعه مدیریت میکنیم اینها رو در واقع بیشتر کیا شکایت میکنن آقای خلج؟ مردم یا نه دستگاه های مختلف؟ تقریبا طیف کسایی که
حالا به هر حال ممکنه آسیب دیده باشن از بود مالی، مثلا به قول معروف یه فرادی یا یه تقلبی اتفاق افتاده باشه، بله. خب شکایت میکنن، دنبال این هستن که حقشون رو بگیرن، که خب طبیعی هم هست. دستگاه دولتی به یه شکلی در واقع چالش داریم باهاشون و خب سعی میکنیم با تعامل و در واقع با توضیح دادن اومدن با تون صحبت کنن، سهامتون رو بگیرن یه بخشش رو شریکشین با هم دیگه، مشکل حل شه، برطرف بکنیم. به هر حال روش های مختلفی هست، اما سعی میکنیم که واقعا با تعامل و یک رابطه استراتژیک سعی بکنیم این مسائل حل بشه. اعتقادم داریم که واقعا اگه مجموعه اسنپ بتونه و مجموعه های شبیه اسنپ بتونن یک قدمی بردارن یا یک سدشکنی انجام بدن، این اتفاق کمک میکنه که سایر کسب و کارها و حالا کسب و کارهایی که تو اسکیل کوچیکتر هستن هم این مسیر براشون باز بشه و خب این اصلا شاید به یه نوعی رسالت مجموعه یه شبیه اسنپ باشه. قصه چیه که خودتون بعضی وقتا تو اسنپ کار میکنید؟ یه ذره عجیب نیست؟ بخواییم ببینید که چه اتفاقایی میفته؟ ببینید حضور توی ناوگان برای شما ابعاد مختلف این شغل رو در واقع مشخص میکنه. خیلی از دوستان به من پیام میدن که حالا از همکارای خودمون، بله، از کاربرای راننده، که آقا شما اصلا نمیدونی چه خبره، چه مشکلاتی هست و خب پشت میز نشستین و تصمیم میگیرین. اما واقعیت اینه که خود من مهمترین دلیلی که این کار رو انجام میدم با توجه به سابقه ای که عرض کردم، من خودم در واقع حالا اون موقع که اصلا اپلیکیشنی هم نبود این کار رو انجام میدادم و سختی این کار کامل میدونم و درک کردم، اما با این حال حضور توی ناوگان به من خیلی ایندیکیتورهای خوبی میده. یعنی اینکه اولا کجاها ما ضعف داریم، اپلیکیشن مخصوصا اگر چیزی احساس کنم که خوب کار نمیکنه، خب طبیعتاً با همکارای فنی خودم در میون میذارم. همینطور فیدبک و بازخوردی که از مسافرها میگیرم، کجاها ما ضعف داریم، چه مشکلی درسته وجود داره، و خب این کمک میکنه. یعنی اگر این تعامله واقعا وجود داشته باشه، چه به عنوان کاربر راننده که خب فیدبکی از مسافرها میگیره و خود منم بارها از اسنپ استفاده میکنم به عنوان مسافر و همکلام میشم با در واقع راننده ها و واقعا کامنت هایی که میدن یا نظراتی که میدن رو سعی میکنم حتما بررسی بکنیم، واقعا ببینیم اگر مشکلی هست رفعش بکنیم. چقدر عالی.